همگی، آقا امشب میخوایم اون چنان مویی از عظما بشکافیم که مو بر اندامش راست بشه. یعنی میخوای دست بذاریم رو تلسم شکسته عظما تا آه از نهاد علی گدا بلند بشه. خب بذار ببینیم از کجا شروع کنیم. آها بذارید از همین جمله قصار که چه از کنم، جمله قناس شغفری شروع کنیم. حسن روحانی: جمهوری اسلامی خود را برای پسا مذاکرات یا پسا تحریم آماده می کند. حالا دوره پسا مذاکرات که هنوز نیومده، اما برای اینکه یه تصویر اجمالی از اون دوره کذایی دستتون بیاد، اجازه بدید بنده موشکاف یه گریزی به دوره پیشا مذاکرات و بینا مذاکرات، یعنی همین روزا بزنم تا به قول قدیمی ها معلوم بشه که یه من ماست چقدر کره داره. اگه یادتون باشه علی گدا چند روز پیش تو جمع به اصطلاح اساتید دانشگاه ناله ای سر داد که اگه متخصص موشکافی بودی میتونستی رو هوا شکارش کنی. متاسفانه اطلاعاتی که به من میدن و گزارشی که به من میدن نشون میده که نه، این حرفای ما حرفای مثل نصیحتیست که حالا انسان یه برای منبر مثلا میره یه نصیحتی میکنه، با این چشم نگاه شده، اینجوری نیست. چرا اینجوره؟ خیلی هم اینجوره. این حرفای علی گدا در واقع یه جواب تأخیری به حرفای یه ما پیش شیخفری بود. پس بذارید حرفای خود شیخفری رو با هم بشنویم تا مخاطب این حرفای علی گدا خوب خوب روشن بشه. میگن اسرار کشور باید محفوظ بمانه، مگر در این چیزا کسی شک داره که اسرار کشور باید محفوظ بمانه؟ حالا یک نصیحتی یه وقتی رهبری معظم انقلاب میکنه، چون رهبرن باید نصیحت کنن، باید ارشاد کنن. ملاحظه کردی دوستان؟ علی گدا گفت به حرفای من به چشم نصیحت نگاه میکنن. شیخ فری هم گفت اصلا وظیفه علی گدا اینه که نصیحت کنه، یعنی واسه خودش یک کشکی ببافه. میبینید چهل خوردگی عبای ولایت تا کجا رفته؟ میبینید درد به کجا رسیده؟ حالا از روی همین شما خودتون وضعیت نظام توی پسا مذاکرات و پسا تحریم رو موشکافی کنید. قربون شما، زد زیاد.